بسم الله الرحمن الرحیم. قانون فرهنگی 173 تقدیر می‌کند. شیطان در 3 مرحله به جنگ با جبهه خدا آمد. همزات، نفخات، نفثات با 3 نقطه. نفثات فی العقد. همزات، همز تحقیر کردن. در این مرحله اولیاء الله رو تحقیر کرد. اولیاء الله تمسخر شدن. اولیاء الله رو تحقیر کرد. چیکار میکردن؟ بر روی 70,000 تا منبر امیرالمومنین لعن میکردن در زمان بنی امیه. اول باید اتیکت چسبون به اولیاء الله، جلوی نور رو گرفت که مردم دیگه ذائقهشون تغییر کنه. این حسینیت بگه تمام درا رو پرده بزن که چی؟ مردم دیگه از بچگی اصلا نور رو نشناسن. عبارت عجیب غریبی اومده راجع به این که چه کارهایی میکردن برای اشای لعنه بر امیرالمومنین. تا زمان عمر ابن عبدالعزیز هم بود که تو این پادشاه های اموی، نباید این خلفا، این پادشاه دیگه پادشاه بودن، پادشاه اموی، این یه خورده بقیشون بهتر بود. اینم جرئت نداشت لعنه امیرالمومنین رو برداره. یه داستان چی تمام فقهای بنی امیه رو دعوت کرد، فقهای حکومتی رو درباره رو دعوت کرد به پزشک خودش که از یه دین دیگه بود. گفت دخترمو خواستگاری کن. این تو جمع برگشت گفتش که من میخوام با دختر شما ازدواج. گفت من نمیتونم دخترم به تو بدم، تو کافری، ما مسلمونیم. گفت پس چرا پیغمبرتون دخترشو به یه کافر داد؟ هماهنگ شده بود این دیالوگا با خودم عمر بن عبدالعزیز، هماهنگ شده بود. گفت چه دخترتون داد؟ گفت که گفت فاطمه رو دادن به علی علیه السلام. بعد اون گفتش علی از بزرگان اسلام بود. گفت پس چرا لعنش میکنید؟ گفت وای آقا این بلند شو جواب اینو بدید. هیچ کی نتونست نطق بکشه. از اون روز به بعد لعن ممنوع شد. تا زمان عمر بن عبدالعزیز، تا زمان امام صادق علیه السلام قبر امیرالمومنین مخفی بوده. برای چی؟ چون پیدا میکردن میرفتن جسارت میکردن. واقعا این مرحله حمزه. تو مرحله این نفخات بدل سازی کرد شیطان، یعنی در مقابل امام عادل و اول زد، بعد کنار امام عادل چی قرار داد؟ امام جائر. اینجا امیرالمومنین مثلا در مورد سقیفه برمیگرده میگه تصمیم بگیرن منو انتخاب کنن یکی دیگه. من کی برابر با اونا بودم؟ یعنی اونا کی برابر، اینجوری بگم، اونا کی با من برابر بودن که حالا مثلا، یا در مورد شورای 6 نفره حضرت میگه یعنی چی مثلا من بین اونها باشم؟ یا حضرت در مورد معاویه میفرماد الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، این دنیا اونقدر منو پایین کشید، اونقدر پایین کشید، اونقدر پایین کشید، مردم دارن میگن معاویه و علی، اسم منو دارن کنار این یارو میارن. بدل سازی میکند، بدل هر چیزی رو میسازه شیطان. اگر مجاهدت خوبه، پدر اینا رو درآورده میاد مجاهد قلابی میسازه، داعش، تکفیری ها، همه چی رو بدلش رو میسازه. از قضا بودن بدل خود نشانه ایست که اصل وجود دارد و قیمت دارد. اگر ریزه نفر اومد یه تراول 50 بدلی به شما انداخت، این یعنی چی؟ شما گول خوردین و گرفتی؟ یعنی یه تراول واقعی 50,000 تومانی چیه؟ هست دیگه. این برخی از بزرگان اهل سنت نکته جالبی دارن، میگن هر کسی اگر امام نداشته باشه کافره، یعنی امامت رو از اصول دین دونستن. منتها امام رو کی معرفی میکنن؟ اون کسی که مقصود خودشونن. از این چی میفهمی؟ از این بدل سازی که بله امامت اصلی هست دیگه.